السلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل خودتان. خوشحال هستم که با یک ویدیو جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفتیم. همینطور که میبینید ما روان هستیم طرف شهر فرانکفورت. البته ما کمک دیر حرکت کردیم، هوا تاریک شده، تقریبا 3.5 ساعت راه هست تا فرانکفورت. شما ما را بیننده باشین دوستا، ما که در اونجا رسیدم برای شما حتما ویدیو تهیه میکنم. همینطور که میبینید ما در راه دیگه بسیار زیاد تیز رفتیم، در راه تقریبا نزدیکای فرانکفورت شده بودیم. بسیار زیاد هوا بارانی بود و تصادف شده بود دوستا. دیگه ما تقریبا 1.5 ساعت شتاب یادم چرا قرمز مانده بودیم، به خاطر که بسیار زیاد باران بودک دیگه، تصادف شده بود. از خاطر خیلی دیر در آن ماندیم، بخی اولادام خسته شدن. دیگه اینجا هم ما تا رسیدیم ساعت 11 بجه شب شده بود. دست خانم خواهرزاده یام خوشی برادرایم درد نکنه، بسیار زیاد زحمت کشیده بودن. همینطور که میبینید قابلی تیار کرده بوده، قابل پلو، کوفته و همچنان برنج ساده درست کرده بود. همینطور که میبینید بسیار زیاد زحمت کشیده بود دستش درد نکنه و همچنان غذایش بسیار زیاد خوشمزه بود. جای شما دوستا خالی. دیگه ما رسیدیم، اول یک گلاس چای خوردیم، بخاطر هوا بارانی بود، یخ بود یک کمکی. با چایی که نوشیجان کردیم، همینطور که میبینید دیگه سفره را پهن کردن و غذا را آوردن. دیگه کسایی که اجازه دارن در ویدیو بیان، همینطور که میبینید در دور سفره هستن، دیگه کم کم غذا نوشیجان میکنن. دیگه من بیشتر از این ویدیو نگرفتم دوستو، به خاطر که خانمای بیادرم بودن و بعضی از دوستای دیگه که بشینن غذا نوشیجان کنن. دیگه من بیشتر از این ویدیو نگرفتم دوستو. البته من امروزی که طرف فرانکفورت اومدم، از فردا بعد از ظهرش ده تولد خبر بودم که باز خودم زنگ زدم صحبت کردم، گفتم من در فرانکفورت هستم، دیگه تولد آمده نمیتونم. در جای ما از یکی از دوستا تولد بچه خود گرفته بود، متاسفانه من نتونستم برم. دیگه این فردایش هست دوستا که خواستم در خانه همه دوستای ما منتو جور کنیم امرو با آشک. دیگه خواستم که از منتو جور کردن و آشک جور کردنم برای شما عزیزا ویدیو جور کنیم. دیگه همینطور که میبینید کم کم آمادگی میگیریم برای شب. مردا کلن رفتن بیرون، دیگه ما هیچ جا نرفتیم، اما امروز کلن خانه بودیم. و دیگه همینطور که من کمک کافه هم دم کردم که من با خوشوی برادرم ام آشپزی کنیم و ام کافه نوشی جان کنیم. همچنان مادر جان هم هسته، خانمای بیادر هم هستن. باز کافه هم ماندیم دوستا. همینطور که میبینید من اینجا ترم میشویم، خوشی بیادر من می طرف گاهی میای پیازه شور می تکی نسوزه و مای طرف گندنه یا مطرف رنگیره که ریز کرده بودیم و شوشت. و دیگه موادای منتوره براتون یادآور میشم. اول پیاز بودک، حالا می خواهیم که سیر اضافه کنیم. البته ما 2.5 کیلو پیاز پوست کردیم، دیگه تقریبا 1 کیلو شما کریز ریز کردیم در مابین دیگ انداختیم و تقریبا 1.5 کیلویش دور دادیم. یه هم که هست دوستا 2.5 کیلو گوشت چرخ کرده است که ما در دیگ انداختیم. گوشت کم کم سرخ میشه، ادویجاتش هم میخواییم که اضافه کنیم. ادویجاتش هم براتان یادآور شوم دوستا، نمک با میزان لازم است، کاری 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه 2 قاشق غذاخوری، پودر پاپریکا یا مرچ دلمه 2 قاشق غذاخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چای خوری، پودر گشنیز 1 قاشق چای خوری. این موادای گوشت است. همینطور که میبینید 3 کیلو آرد خمیر کردیم، خوشی بیادرم خمیر کرد. موادایی که در خمیر اضافه میکنیم فقط نمک بود، امرا با نصف گلاس روغن. خمیر با آب ولرم خمیر کردیم دوستا، ماندیم که استراحت کنه. آمدیم طرف گوشت، گوشت همینطور که میبینید آبش کم کم خشک شده. ما ادویجات اضافه میکنیم، نمکش 100% چک میکنیم، ادویجات کاملا خوب مخلوط میکنیم. زیر گاز خاموش کردیم دوستا، خوب ادویجات گد میتیم که امرای مواد خوب گد بخوره. بعد زیر گاز خاموش میکنیم به خاطر که گوشت آب نداره نسوزه. میمانیم که گوشت یکمک خنک شود، بعد پیاز اضافه میکنیم. همینطور که میبینید دوستا پیاز اضافه کردیم، میخواییم که مواد را کاملا مخلوط کنیم. مواد را کاملا مخلوط کردیم دوستا، کنار ماندیم. آمدیم طرف شستن ظرفا، همینطور که میبینید ظرفا را میشوییم. ظرفا را شستم دوستا، نمک
و روغن دمابین از تره فرنگی یا گندنی فرنگی انداختیم، خوب ورز دادیم تا اینکه تره کاملا نرم شد. حالا آبش رو میگیریم در یک ظرف جداگانه میندازیم. اینجا دیگه همینطور که میبینید دوستا کل مواد آماده شده، خمیرم زغاله کردیم چند تا. دیگه خوشوی بیادریم، خمیر ورز میته و برش میزنه. دیگه چند تای ما آشک پر میکنیم و چند تای ما منتو پر میکنیم. مادر جانم است، همینطور که میبینید مادر جانم آشک پر میکنه. دیگه ما ویدیو را قطع میکنم که آشک و منتو پر کنیم. ما منتو آشک پر میکردیم دوستا، مردا رفته بودن بیرون، از بیرون که آمدن دیگه تاریک شده بود، ما بیرون نرفتیم. دیگه مردا اولادا رو گرفته رفتن بیرون. دیگه همینطور که میبینید من خونه رفته بودم، دیگه همسر عزیزم باز گوشی رو گرفته بود کت یا کتاگک ویدیو گرفته بودک. ببینید نمیفهم دیگه قلعه است اسمش، من خونه دیدیم. دیگه باز از اونجا ویدیو گرفته، بسیار میگه یک جای خیلی بالا هسته. همینطور که میبینید شهر فرانکفورت گفت، خیلی راحت معلوم میشد و همینطور من ویدیو گرفتم گفتک برای دوستا. باز من خواستم که امی ویدیو رو هم دمی ویدیویی که غذا خوردیم و غذا تیار کردیم و این ویدیو رو هم اضافه کردم که شما عزیزا ببینید. جای خیلی قشنگ بوده دوستا، همینطور که میبینید بسیار یک جای قشنگ بوده. دیگه متاسفانه من نتونستم برم، دیگه کارم داشتیم در خانه. دیگه فرداش میخواستیم یک جای دیگه بریم که امن نشد، دوباره یک ترمین داشتیم، باز نتونستیم که خلاص شویم و کل ما با هم بریم بیرون. دیگه واقعا در خانه مگه بودیم جای شما دوستا خالی بسیار زیاد خوش گذشت، خیلی برای ما خوش گذشت. واقعا یک روزا یا یک ساعت های خیلی خوبی را با هم دیگه گذراندیم با دوستا و فامیلا.
دوستا همینطور که میبینید دیگه شب شده و ما آمادگی غذا پخته کردن گرفتیم. دیگه من تو هسته که سر گاز موندیم دوستا، دیگه کم کم میخوایم که غذا را آماده کنیم و برادرم که درا بوده که امشب آمده و هم رسید و ما هم دیگه میخوایم که غذا را جور کنیم. این هم آشک هسته که جور کردیم، البته در غوری هم ماندیم، در پتنوس هم ماندیم که به خاطر جا نبود. یک دیگ منتو را جور کرده بودیم، یک دیگ منتوی دیگر هم تو دستینی داشت و پتنوس چنده بودیم که دیگ خالی شد و باز بانیم. منتو و آشکش بسیار زیاد خوشمزه آمده و دوستا دیگر دور همی هم بودیم جور کردیم، اصلا نفهمیدیم که این همه آشک و منتو رو ما چی رقم جور کردیم. واقعا خیلی خوش گذشت. دیگر همینطور که میبینید جمع ماست جور کردیم، ماست سیردار و بسیر. اینم آب آشک است که مانده، میم خورشت یا قرمه است که برای سر منتو آشک جور کردیم. دیگر اینم ظرفای است که میخوایم ماست بریزیم دهش، البته ماست سیردار و بسیر میخوایم اضافه کنیم. هم منتو و آشک فوق‌العاده ما که با هم دیگه آماده کردیم دوستا، واقعا جای شما خاله بسیار زیاد خوشمزه آمده بودک. اینا آشک هست دوستا و اینا هم منتو هست. در روی از یا ما گشنیز خورد کردیم اضافه کردیم دوستا، شما نگوین که چرا روی کلگیشان سبز است، از او خاطر گفتم. این هم ماست و خورشتی که برای سر منتو جور کردیم و همچنان سر آشک، نعنای خشک و مرچ سبز خانگی که خوشی بیادرم خودش در خانه جور کرده، بسیار مرچش خوشمزه بود دوستا. دیگه غذا رو میبرین سر سفره که کلگی منتظر هستن. آمدیم سفره را هم دیگه ببینید که کل چیز آوردیم ماندیم. دیگه جای شما دوستا خالی، غذا بسیار زیاد خوشمزه آمده بود. دیگه همینطور که میبینید خودم هم رفتم ششتم، گفتم یک قاشق جای شما دوستا خالی نوش جان کنم و برای شما عزیزا بگویم که چقدر منتویش خوشمزه آمده بود. دیگه این هم خوشوی بیادرم است. دیگه ما سر سفره ششتیم دوستا. دیگه کسایی که در تصویر نمیخواستن بیاین، واقعا دلشان آب آب میشد در پشت صحنه بودن. مهم این است دوستا، آدم یک جای میره یا خانش نفر میاین، باید شش رقم اف رقم غذا تیار کنیم. مهمی است که یک چیز را که تیار میکنیم دور همه بشینیم با خوشی جان جوری نوش جان کنیم، خوش بگذره. واقعا بر ما قدر خوش گذشت، قدر خوش گذشت که اصلا نفهمیدیم دوستا، بسیار زیاد خوش گذشت بر ما. خب دوستای گرامی و خواهرای عزیز، بیشتر از این موضوعی میتان نمیشیم به خاطر که دیگه پشت صحنه منتظر هستن که غذا یخ میکنه. با تشکر فراوان که با حوصله‌مندی کامل نشستین مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. نظرات خود در کامنت بنویسید، ویدیو رو برای عزیزتون هم شیر کنید. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیوی دیگه، خدایا رو نگهدار شما.